سلام بچه ها، حال احوالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ هوا چقدر گرمه خدایی. دارم میرم هایپر استار یه رنگ مو بگیرم برای مامانم. حالا برم ببینم چی میتونم بخرم. یه دونه رنگ مو بدون آمونیاک میخوام که حالا قسمت رنگ مو گشتم ولی همچین چیزی رو پیدا نکردم. اینا همشون با آمونیاکه. دیگه برم بگردم اون سم ببینم داره فروشگاه جوری خود هایپر، ببینم اونجا داره یا نه. خب برگشتم خونه، شروع کردم کتاب آب نبات نارگیلی رو خوندن. خیلی کتاب باحالی، طنزه، وقتی میخونی فقط میخندی. دیگه حسابی کتاب خوندم و بعد نیما گفت همسر جان خسته شدی کتاب خوندی، به یه مجنون برات درست کردم، کیف کن. موز که داده بودی گرفته بودیم، نمیدونم چند تا بود، 6 تا 7 تا بود، من رو ریختم. واقعا ریختی هم رو؟ خب بعد کنجد ریختم، یه دو سه قاشق کنجد ریختم، یه قاشق عسل ریختم، یه دونه شیر رو کامل کامل ریختم. اینم که نمیدونم چیه، کره چیز روغن کره نارگیره. آره شبیه پودر نارگیل میشه، نمیدونم ابتکاریه، ببینم خوب در میدونه. من همیشه همه چی رو قاطی میکنم با خوبه دیگه. بس آره بس. اینو بزنیم بر بدن ببینیم چطور میشه. معجون جادویی نیما. ببین سریال فرنزو انقدر به اون گفتم ببین ببینی تو فلاین دیگه، با نیما تازه شروع کردیم به دیدم با خوردن کرانچی. البته بعد دیگه تازه شروع کردیم، اول قسمتاشو خوشمون نیومد چون هی صدای خنده بود و احساس میکردیم زیاد جالب نیست، ولی الان برام دیگه خیلی جذاب شده. هر شب دو سه قسمتشو میبینیم. بچه یادتونه نیمو زرد و لامون رو خشک میکرد با ماکروفر؟ الان اومدم من برای مامانم اینو دارم خشک میکنم چون همیشه زرد و لامون زیاد بود میمون خراب میشد. الان اینا رو حساسشو در آوردم، میزنم تو ماکروفر تا خشک بشه. بعد از که از ماکروفر در آوردم نیم ساعت تو ماکروفر میمونه، دو روزم میذارم توی اتاق، بعد حسابی خشک میشه و عالی میشه، خیلی خوشمزه میشه. در آسانسور هستی، نایزم بعد نیفتادی دیگه، اون جفتون بدون میکاپ هستید دیگه، داریم من برم مامو کوتاه کنم، خواهرام بره خونهشون. این خواهر عشق همه که همیشه برام وسایل عالی میگیره. از سلام تو خودم آسانسور داریم همچه هم دیگه بوسی فهم بودم شهرس خیلی عشق عکس میگیرم که هر فکر به عکس میگم من دو بودم بزن مثل همه بچهش مجلس سبتا بکن دو ساعت داریم از اینکه مثلا بچه رو بعد چی کار کنی اونجا بری توی مجلس چی کار کنی و فلان و اینو برای صحبت میکنی. سلامت خب اومدم آرایشگاه که موهامو کوتاه کنم دیگه، موهامو دارم کوتاه میکنم یه مدل خاص، کلی دو تا چهار تا کردم کوتاه کنم یا نه و اینا، ولی دیگه دلمو دادم به دریا و موهامو کوتاه کردم. چقدر از مدل موهام خوشم اومده، یعنی بی خیال نمیشم همینجور عکس و فیلم و اینجوری ها. الانم برق آسانسور میره، یعنی برو خونتون، تمومه دیگه. خب بچه این عروسک های عشق من هنو گوشتمشون بالای تختم. اون خرسیه که یه ولنتاین ما گرفت و برام هنو مارکشم نکندم. این چیزار خرگوشه میبینید، این خرگوشه عروسک بچگیه اون خرگوش سرده بچگیه نیما بوده، یعنی دو سه سالگیش. اون خرگوش صورتیه رو ساینا برام خریده، اون یکی رو آقای همساده، و اون خر شرکو که لباسش هم در آوردم شستم، و اون یکی خرو. اینا همشون عروسکایی بودن که من توی ماشینم میذاشتم، همه جا با خودم میبردم، پشت ماشین پر عروسک بود، هر کی رد میشد میگفت وای چقدر باحال ماشینت. دیگه ماشینی که فروختم عروسک ها رو آوردم گذاشتم اینجا. بذار این خرگوش. خب چند نفر مهمون عزیز داریم، نیما براشون پیتزا درست کنه، تازه خاطرم براشون تعریف میکنه. بوده بوده
رفتم پیش رفتم ورزشگاه چیز بود پور رضا این مربی ناظم اصلا اون همین که الان ازش اصلا رو میگیریم آقای عابدزاده جاتون خالی خیلی پیتزای خوشمزه شده دستور پختش هم توی کانال گذاشتم خب خواهر عزیزم میما سارینه خوشگلم داریم میریم چند جا بگردیم و بعدش هم شاید اگه وقت کردیم یه چهارشنبه بازارم بریم با هم دیگه میما شیطون شده سارین خوشگل من عروسا که قشنگ خاله دورت بگردم مثلا میذاری یه چیزی باید بعد حالت آهن ربایی داره نه؟ آره ببین مثلا این میچسبه این هم خوبه این مایکه باشه بتونیم یه این رو عملت بگیم آره نیمه همه نه از اینجا نگرفته بوده نه میگم از اینا بوده اینجا شو تو کاری نداره آره بچه داریم میره خونه مادر شوهرم بعد راننده اسنپ هم آهنگای خیلی شاد برام گذاشته ولی خب دیگه چون کپی رایت نخوره مجبورم آهنگ رو قطع کنم فقط بدونید که خیلی شاد بوده خیلی مادر شوهرم گفت چی دوست داری؟ من گفتم که اولویه نیما گفت ماکارانی و زحمت کشته از هر دوتایش درست کرده و این شده که نهار تولدی به به تهدیگ و تولدتون مبارک بشه سلامت بشین تولدت مبارک تولدت مبارک بیا شما رو فوت کن که سر زنده باشی شم نداریم کیکم خودمون درست کرده انشالله 100 سال عمر کنی عمر طولانی با عزت داشته باشی روشن باید تو باغ مال کی بود؟ مال این باغ روشن مال من بود گم شد سلام بچه ها به یه روز قشنگ دیگه از زندگی من خوش اومدید امروز عید قدیره یعنی عید سیدا منم چون کادو میگیرم تو این روز اعتقاد پیدا کردم به این روز امروز مالی خونه مامانم اینا بعد الان بابا منتظر مهمون بیاد خونمون چون تو این روز خیلی خونمون مهمون میاد و میره رفت آمد زیاده بعد دیگه همین دیگه منم منتظرم که مهمونا بیان و بعد دیگه پذیرایی شروع کنیم و با مهمونا حسابی خوش بگذرونیم اینم عیدی بابام آورده از وسط قرآن از هر کم یه دونه برداریم برشتر چی بردارم؟ برشتر که؟ برشتر دست شما دست برد بریم پدر مادرت من از اون که بستست باید بالایی وردد بسرمی اینجا اینا کدوم بالایی؟ این؟ من اومدم با موهای خوشگلم خودم باید تعریف کنم یه سری از مهمونامون اومدن رفتن یه سری دیگه هم تو راهن ببین یکی دوتا اومده از همسایه همون بند خدا میگفتن بذارید دستتون رو ببوسیم اعتقاد داریم که باید دست سیده ببوسیم ممکن نذاشتیم بابا از این کارا ولی خب یه هرکی اعتقادی داره دیگه بگو سالتو چرا میدونین چرا پرنده ها در فصل زمستان از شمال به جنوب پرواز میکنن دوربین دیده گل شده آقایون بفرمایید آقا رضا بگیر آقا رضا آقا رضا مردی این جواب بده دوستای شو آقا رضا تو یوتیوب ببین من یه دونه جواب دادم افسرم یه دونه جواب تا میده با پارتی بازی یه دونه جواب بده توجه کنید جوابش توی خود سواله
میدونی چرا پرنده ها در فصل زمستان از شمال به جنوب پرواز میکنن؟ اسکی میکنن از شمال به جنوب. چرا پرنده ها؟ نه جوابش این نیست. میدونی چرا پرنده ها در فصل زمستان از شمال به جنوب پرواز میکنن؟ پرواز به خاطر پرواز. پرواز به اون چی که دقت کن؟ پرواز. پرواز دقت کن. نه پرواز نه ما همه آگیامون جلبکه. ببین پرنده ها پرواز میکنن دیگه. ما آدم ها چی کار میکنیم؟ را میریم. آفرین. اگه را میرفتن تا شما چی میشد؟ یه چیز در پس برده سردشون میشه چون پیاده خیلی راهه. بدون منم بخونم. خب برو بعدی سارین. بدون منم بخونم. بخون. دیگه بیشتر از این راه نمی نزد. تو نمی. نه واقعا سعی تو کردی برای راه نمایی. ببین. بگو. اگه کسی قبلش ایستاده بود چی می شد؟ می مرد. چی می کنن؟ چی می کنن؟ احیا. احیا. نه نگو نگو دیگه. چی بود؟ برای همین تو نقصد سوال بپرسی. آقا رضا کسی قبلش ایستاده بود چی کار می کنن؟ چی کار می کنن یا چی کار می کنه خودش؟ تبسم جان در اتاق بود چه میکنی؟ در این یکی اتاق در این لیله داره صحبت میکنه. مرسی. نه وقتی بخواد بشینه چی کار میکنه؟ بعد برش چی بیاریم بشینه؟ قلبش ایستاده باشه. ایستاده است میشینه؟ میشونه؟ برش سندری میاریم بشینه. آفرین. من راه نمیم. یکی از نوابانو میداره. حیف شدی با یکی بره بالای درخت چی میشه؟ میره پایین در. میشه. اگه یه فیل بره بالای درخت. درخت میشکنه میفته پایین. اگه یه فیل بره بالای درخت چی میشه؟ درخت میشکنه میفته پایین. اگه یه فیل بره بالای درخت چی میشه؟ تکرار نکن جوابو بگو. واو چی میشه؟ میشه فیل درختی؟ یه فیل از زمین کم میشه. میدونستم یه همچین چیزی داشتم بهش نزدیک میشدم. خب چی میشه؟ امیره بالای درخت. چرا خورشه میریزن تو ظرف مسی؟ من بهت ادامه بدم. چرا سارین جواباشو نمیدی قبلیه؟ چرا میره بالای درخت؟ یه فیل زمین کم میشه. یه فیل دیگه بره رو درخت میشه. دو تا فیل کم. دو تا فیل کم میشه. یه فیل میاد پایین. نه اون دو تا فیل میفتن. یکیشون میاد پایین. درخت دیگه میشکنه. دو تا فیل بزن. فیل زمین است. یه این فیل درخی اضافه میشه. از اون لحاظ میشه. به خدا سر کارمون گوشت این بچه. سه تا فیل رو درخ من چی میشه؟ بابا چرا نگوشت؟ فیل هم میشه. بابا چه ریلکس کرد؟ بابا مدیر دوست آدم درخ حالا نوبت بابا که رسید درخ میشه. یه سیاد درخ میشه. درخ میشه. نه اون میدونی چرا خورش رو میریزن تو ظرف مسی؟ خودم جوابشو دهید. چرا خورش رو دیدن؟ ظرف مسی چون رونالدو سیره. و اینه گفته بود چون رونالدو خورش رو نداره. من نزدیک بودم به هر حال. نه گفته بود اینو. من اصلا هیچ کنون یادم نیست باورد. چطوری زیر دریایی رو غرق میکنن؟ آقا رضا این تخصصیه. واقعا تخصصی من میگه شما با بگی چطوری زیر دریایی قرار کنن؟ از ریاکشن بقیه هم از ریاکشن این حالا اونا بیستن در ریاکشن ما بگی دریایی خودش کنم شده هستی آقا بگم سوراخش میکنم. نه واقعا همه تو مهندس بالا زاده این. نه در میزنه در باز میکنه. کی در میزنه؟ ماهی ها. کی در میزنه؟ ماهی ها که اونجا نیستن که تو زیر دریا نیستن که یه قفاص میره در میزنه. آره دیگه من همین گفتم دیگه. من حالا برای اینکه اطلاعاتتون به اعصابت مسلط باش خوشگله. پایین در بیشتر نمیتونه بره. میدونی وقتی فسنجون رو صدا کنه چی جواب میده؟ آره من بگم میگه جون فسن. جون فسن. جون فسن. میدونی وقتی دوتا خورما با هم دعوا میکنن چی کار میکنن؟ چه آرزو واقعا دیگه یه دونه جواب ما اینقدر جواب دادیم خسته شدیم. دوتا خورما با هم دعوا چی میشه؟ هسته های هم دیگر میشه. هسته هاشون توف میکنم هم دیگه. نه چی پس؟ بکنی اینم بگو دیگه چیز کات بزن. آرزو تو رو خدا بگو ساری نه خواهد بگو آرزو
سارینا بگو. بگو سارینا. نخل همو در میارم. آه.